یه چند وقت پیش یه فیلمی توی شبکه اجتماعی منتشر شد. توی این فیلم حالا خریدار و فروشنده داشتن معامله انجام میدن و بعد یه نفری میره و توی باک شکر میریزه و بعد در باک رو میبند و بعد حالا اتفاقایی که بعدش میفته. یه ذره در مورد این نوع کلاهبرداری توضیح اینم از میدین؟ نوعی جگ زدنیه که باب شده. ماشینی رو از شما میخوام بخرن، ماشین واقعا بیرنگ، اصلا فکر کنید صفره، آقا ببریمش داخل این پارکینگ ما، شما هم به خیال اینکه اینجا نمایشگاه مورد اعتماد، وارد پارکینگشون که میشید، بعد یا کنار نمایشگاهشون یک نفر سری میاد یه قسمتی از ماشین رو با اسپری رنگ میکنه، یا میان سری درب موتور رو باز میکنن، یک لیوان آب توش میریزن، یا داخل باک شکر میریزن. اگه شکر بریزن که واجه است، چون موتور قفل میکنه، شکر باعث چسبندگی بنزین میشه و تو محفظه احتراق باعث میشه که سیلند قفل کنه، پیستونا کار نکنه و ماشین دیگه از کار بیفته. اگه آب بریزن داخل موتور که حالت آب روغن قاطی کردن میشه، روغن کف میکنه، به رنگ گلی رنگ در میاد و دلیل بر ضعف ماشین و موتور شماست. اگه هم رنگ کنن که ماشینی که شما گفتید بی رنگه یا اینجاش رنگ نداره، الان رنگ داره و همون رو مستمسک و دستاویزی میکنن برای اینکه یه پول هنگفت از شما بگیرن تا ماشین خودتون رو به خودتون تحویل بدن. خب ما اینجا باید چیکار کنیم وقتی اینجوری گیر میفتیم؟ اگه اینجا توصیه میکنم که اصلا وارد نشید. اومدیم وارد شد اساس کلا رفت سرمون. تنها وارد نشید. اگه میرید حتما دو سه نفری برید. اگه نمایشگاهی چیزی میخواید مراجعه کنید که نمیشناسید اون نمایشگاه، چون خیلی از نمایشگاهی واقعا سالم کار میکنن، ولی متاسفانه بعضی هاشون هم باعث شدن که لطمات زیادی به افراد وارد بشه. حتما با دو سه نفر برید، خودرو رو تحویل کسی ندید، دور خودرو باشید، کسی نتونه به خودروتون نزدیک بشه تا زمان تصفیه کامل و اینا. و اگر گیر افتادید، مرغ زیرک چون به دام افتاد تدبیر بایدش، قراردادی امضا نکنید، بلافاصله با 110 تماس بگیرید. اگر 110 اهمال کرد، میتونید با 197 تماس بگیرید و باید پیگیر باشید که خودروتون رو از چنگ اون افراد نجات بدید. یعنی نباید بترسیم از فروششون، بله، از اون داد و بیداد، بله، کردنشون، بله. باید خونسردیمون رو حفظ کنید، خونسردی رو حفظ کنید، یه جوری بیایید کنار بدون اینکه اونا متوجه بشن با 110. و آخه بعضی از اینا خیلی آدمای وحشی هستند، قمه برمیدارن و خب اگه باشون درگیر بشید، بله، اگه باشون درگیر بشید، بله، باید سعی کنید خونسردیتون رو حفظ کنید و تو ظاهر باشون همراهی کنید، بگید پس اجازه بدید من یه مشورت کنم یا فلان، بالاخره به یک زبونی از اینا دور بشید و بتونید با پلیس تماس بگیرید. یه موضوعی که الان برای خیلی از خریدارها و فروشنده‌ها مورد سواله، بحث این قضیه این که بالاخره ما باید بریم محضر یا نباید بریم محضر، چون پلیس میگه که نه، همون برگ سبز کافیه. قدیم اینجوری بود که به اصطلاح شما بعد از اینکه تعویض پلاک میکردید، باید حتما مراجعه میکردید به دفترخونه و بنچاقی تنظیم میشد بین شما و فروشنده به اسم بنچاق سند قطعی منقول. الان خوشبختانه چند ساله که این مسئله کنار رفته و واقعا هم نیاز نبود وقتی برگ سبز روش نوشته سند رسمی مالکیت و بعد از اینکه پلیس تو جنگی که با قوه قضاییه داشت برنده شد، این کلمه رسمی، قدیما فقط می‌نوشتن سند مالکیت رو برگای سبز، الان می‌نویسن سند رسمی مالکیت. این کلمه رسمی که اضافه شد، دیگه نیاز به دفترخونه واقعا از بین رفته و نیازی نیستش، صرفا برگ سبز کفایت میکنه. تو همه این سالهایی که شما کار خرید و فروش خودرو میکردین، تمیزترین و عجیبترین کلاهبرداری که تو زمینه خرید و فروش دیدین چی بوده؟ یه شخصی رفته بود یه ماشین سونوتا وایف رو اجاره کرده بود، بعد رفته بود سند رو حرفه‌ای جعل کرده بود، حرفه‌ای جعل کرده بود. حالا اون فونتی که مال پلیس بوده چطوری به دستش رسیده و چطوری این کارو کرده بود، برای خود منم جای سوال بود. یا حتی اون خود سند سبزی رو که ازش استفاده کرده بود، اون کاغذی که ازش استفاده کرده بود، از کجا گیر آورده بود، برای من هنوز جای سواله. بعد خیلی راحت انجام داده بود، بعد آورده بود ماشین رو که من پول احتیاج دارم، ماشین رو کلی زیر قیمت ارائه کرده بود. خریدارم خیلی راحت سند سبز و کارت ملی رو دیده بود و ماشین رو خریده بود. خب ولی وقتی که رفتن تعویض پلاک، وقتی میره تعویض پلاک، متوجه میشه که ماشینش مشکله و سند جعلیه.
بخاطر همینه که شما میگین حتما تو زمان تعویض پلاک تصفیه انجام بشه. بله، بعد از اینکه کارشناسی لازم صورت گرفت، شما حتما و حتما تصفیه حساب رو اگر چه خریدار هستید چه فروشنده هستید به نظر من تو تعویض پلاک انجام بدید، که اگه فروشنده هستید خیالتون راحت بشه که پلاک شما از رو خود رو برداشته میشه و دچار داستان نمیشید، و اگه خریدار هستید مطمئن بشید که ماشین مشکل خاصی نداره، حداقل توی اون روز که اونجا کارشناسی شده کارشناس چیزی رو تشخیص نداده. خب یکی از فروشندگان معروف خودرو یه چند وقتی که داره یکی از یه سری راه و روش استفاده میکنه که قانون رو دور بزنه و خودرو رو به مردم بفروشه، یه در مورد این توضیح میدین؟ متاسفانه من باید این رو بگم، اغلب مردم چون خودرو گرون شده یه مقدار تو قیمت خودرو براشون از همه چیز مهمتر قرار میگیره، یعنی اولین فاکتوری که تو خرید و فروش میخوان قیمته. همین باعث میشه که افراد شیادی بیان و از این خصلت مردم ما سوء استفاده کنن. مثلا آگهی میکنن که متاسفانه خودرو فروش معروف هم هستش، حالا میاد آگهی میکنه شما رو جذب میکنه برای خرید بلعخص خودروهای خارجی و وارداتی، از شما رقمی رو میگیره معمولا 10% زیر قیمت روز خودرو و میگه که من تو چند روز آینده خودرو رو تحویلتون میدم. اما اگه مراجعه کنید به اتحادیه نمایشگاهداری خودرو متوجه میشید که چقدر افراد زیادی از این شخص یا از این اشخاص، از این سری اشخاص شکایت کردن که قرارداد بستیم و خودروی تحویل نشده و میگذره زمان خیلی زیادی و اون شخص بعد از گذشتن، من دیدم غالبا 9 ماه 10 ماه بعد میاد چک چند ماه بعد رو میده و به همون پولی که گرفته، یعنی پول شما چیزی بوده 1 سال دست این آقا میمونه بدون اینکه برای شما سودی داشته باشه و بعد 1 سال آیا به پولتون خواهید رسید یا نه. که اگه چطوری این کارو میکنه، یعنی وکلاش چطوری قراردادی که تنظیم میکنن، شما هم مردم ما هم متاسفانه هر جا قرارداد چاپی میبینن فکر میکنن این قرارداد مثل آیه های قرآنه و حتما اوکیه و همه مسائل قانونی توش رعایت شده، امضا میکنن پول رو میدن قرارداد میخوننم، شاید متوجه میخوام ببینم چه نکات حقوقی رو استفاده کرده که بتونه یه همچین کاری انجام بده. مثلا مینویسن در اسرع وقت نسبت به واردات این خودرو و تحویل به خریدار اقدام میکنیم، اما تایم خاصی رو مشخص نمیکنن یا ضرر زیانی رو به نفع خریدار مشخص نمیکنن. مثلا میشه یه ذره بازترش کنیم؟ بله، مثلا ببینید قرارداد می‌نویسیم، من الان با شما قرارداد می‌نویسم، بعد 2 ماه دیگه مثلا این سانتافه رو تحویل شما بدم، سانتافه فلان مدل فلان و بهمان با مشخصات خاص، اما میتونم تو قرارداد ننویسم 2 ماه بعد، بنویسم در اسرع وقت اولین فرصت، از این جور کلمات استفاده کنم. خب این میتونه 1 سال بعد بشه، میتونه 10 سال بعد بشه، چون مثل همون قضیه فسخ دیگه. بله بله، دقیقاً بازی با کلمات و جوری این کلمات رو میپیچونن و توی قراردادهایی که معمولاً چند صفحه که بار حقوقی نداره، بله، فکر می‌کنی بله. بار حقوقی داره ولی اونا بار حقوقی نداره ولی برای شما خواهد بشه، یعنی شما اگه به تعهداتتون عمل نکنید حتما از شما خسارت هنگفته میگیرن، ولی خودشون نه اصلا. میگم اگه مراجعه کنید به اتحادیه نمایشگاهدارا متوجه میشید که این خیلی هستن، خیلی از اینایی که دفاتر فروش هستن اینا متاسفانه قابل اعتماد زیاد نیستن و حتما دیدید توی تلویزیون هم چند وقت پیش تو شبکه خبر اعلام کرد که 6 تا از این کسایی که به صورت خیلی عمده من جمله اون شرکتی که تو شهر تاکستان که واقعا تیراژ کارش وحشتناک بالا بوده این کارو کردن و الانم دست خریدارا به جای مطمئنی بند نیست تا کی بشه پولشون رو پس بگیرن.